در این درس و در این ویدیو با بیان سی تا جمله بسیار پرکاربرد زمان گذشته ساده رو خدمت شما بیان خواهیم کرد و جملاتی که با هم خواهیم ساخت به شما کمک خواهد کرد که این زمان بسیار مهم و کاربردی رو یک بار برای همیشه یاد بگیرید با هم بپردازیم به زمان گذشته ساده و جملاتی که خواهیم ساخت طبق قانون SVO که به عنوان قانون اصلی و شالوده جمله سازی در انگلیسی باید توجه بکنید که اس در حقیقت میشه subject فائل به علاوه verb فعل به علاوه مفعول در انگلیسی باید توجه بکنید که برای زمان گذشته ساده فعل باید به شکل گذشته بیاد یعنی در اینجا فعلمون بوده فعل کال صدا زدن یا زنگ زدن که با ایدی به زمان گذشته برده شده فعل کال یک فعل با قاعده است بنابراین با ایدی به زمان گذشته برده شده در مورد افعال بی قاعده ویدئوی دیگری در کانال یوتیوب انگلیسی مستاب خوردن تقدیم شما جانان کردیم که میتونید از اون ویدئو برای یادگیری افعال بی قاعده و شکل اونها در زمان گذشته استفاده بکنید وقتی که به طور ویژه در مورد زمان گذشته در انگلیسی صحبت میکنیم قانون اسویو میشه فائل به علاوه فعل در زمان گذشته به علاوه مفعول جملمون و در انتها بقیه جملمون در این جمله داریم I called you yesterday I فایل جمله called فعل در زمان گذشته به علاوه مفعول و در نهایت بقیه جمله که در اینجا یک قید زمانی گذشته و دیروز رو داره عنوان میکنه I called you yesterday من دیروز به تو زنگ زدم حالا با جملاتی که در ادامه خدمت شما تقدیم خواهیم کرد دقیقا به استفاده از زمان گذشته مسلط خواهید شد اولین مثال و جمله‌ای که داریم I watched TV همطور که دارید میبینید فائل به علاوه فعل در زمان گذشته که فعل ما در اینجا فعل واچ یعنی تماشا کردن و یک فعل با قاعده است چطور متوجه میشیم به این شکل که با ایدی به زمان گذشته برده شده معمولا این قانون برقراره I watched من نگاه کردم تیوی تلویزیون یه چیز مشخصه I watched TV من تلویزیون نگاه کردم میبینید که جمله در زمان گذشته است یک اتفاق در زمان گذشته رخ داده و تموم شده و رفته پی کارش I watched TV فائل به علاوه فعل در زمان گذشته به علاوه بقیه جمله در حقیقت مفعول هم میشه اینجا خطابش کرد I watched TV I watched TV موری بیکت ا کیک موری بیکت ا کیک موری فایل جمله بیک پختن که با ایدی به زمان گذشته برده شده یعنی تبخ کرد پخت کیک مفعول ما چی رو پخته کیک رو یک کیک رو پس در اینجا ای کیک میشه مفعول جمله موری بیکت ا کیک موری کیک پخت موری بیکت ا کیک آی ایت دینر ذن آی ایت دینر آی فایل جمله ایت فعل در زمان گذشته است ایت فعل بیقاعده ایته که در زمان گذشته میشه ایت یک فعل بیقاعده است شکل گذشتهش فرق داره با شکل حالش و میتونیم بگیم که با ایدی به زبان گذشته برده نمیشه یک فعل بیقاعده است دینر شام ذن اون موقع I ate dinner then I ate dinner then Tara ترا لسند تو میوزیک جمله لسن یعنی گوش دادن فعل در زمان گذشته با ایدی به این زمان برده شده پس یک فعل با قاعده است listen یعنی گوش دادن و لسند یعنی گوش داد تو میوزیک به موسیقی تیرا listen تو میوزیک تارا موزیک گوش داد جمله در زمان گذشته است و همونطور که دارید مشاهده میکنید فائل به علاوه فعل در زمان گذشته به علاوه مفعول یا بقیه جمله تیرا لیسند تو میوزیک تیرا لیسند تو میوزیک داد پینتد دی اینترنس دور داد پینتد the اینترنس دور داد بابا فائل جمله است painted paint یعنی نقاشی کردن رنگ کردن painted یعنی نقاشی کرد the entrance door چرا میگی the برای اینکه حرف اول از کلمه بعد از the که اومده حرف صدادار گفتاریه برای راحتی در تلفظ در انگلیسی The رو the تلفظ کنید the entrance entrance ورودی دور در Dad painted the entrance door. فاعل فعل در زمان گذشته که یک فعل با قاعده است بقیه جمله یا مفعول. Dad painted the entrance door. Dad painted the entrance door. I walked in the morning. I walked in the morning. فاعل بالای فعل در زمان گذشته یک فعل با قاعده است walk یعنی قدم زدن. in the morning در صبح I walked in the morning. I walked in the morning. They painted the walls. They painted the walls. They on have fa'el jomle painted نقاشی کردند، رنگ زدند the walls دیوارها رو، اون دیوارهای مشخص که داریم در موردش صحبت می‌کنیم. به خاطر همین از the ای استفاده می‌کنیم. They painted the walls. They painted the walls. I enjoyed a cup of coffee. I enjoyed a cup of coffee. I enjoyed فاعل علاوه فعل در زمان گذشته یک فعل با قاعده است enjoy یعنی لذت بردن. I enjoyed من لذت بردم از چی؟ a cup of coffee از یک فنجان قهوه. فاعل علاوه فعل علاوه مفعول ما مفعول چیه؟ a cup of coffee یک فنجان قهوه. I enjoyed a cup of coffee. I enjoyed a cup of coffee. I biked to work yesterday. I biked to work yesterday. I فاعل جمله بایک یعنی دوچرخه سواری کردن یا موتور سواری کردن سوار بر دوچرخه بودن I biked یک فعل با قاعده است با ایدی به زمان گذشته برده شده To work yesterday To work مفعول جمله است و yesterday بقیه جمله قید زمانه I biked to work yesterday. I biked to work yesterday. I ate lunch when you went. I ate lunch when you went. I ate من خوردم ate گذشته فعل eat خوردن یک فعل بی‌قاعده است. I فاعل جمله I ate من خوردم lunch ناهار when you went وقتی که تو رفتی. این هم بقیه جمله مفعول لانچ فائل آی و فعل در زمان گذشته ایت I ate lunch when you went I ate lunch when you went I cleaned the house this morning I cleaned the house this morning I cleaned من تمیز کردم فعل clean تمیز کردن و گذشتش با ایدی یک فعل با قاعده است میشه cleaned تمیز کردم the house خونه رو this morning امروز صبح I cleaned the house this morning I cleaned the house this morning The dog barked loudly last night The dog barked loudly last night the dog اون سگه اون سگ مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم فائل جمله است barked واقواق واق کردن در زمان گذشته میشه bark که زمان حالشه فعل bark یعنی واقواق واق کردن و با ایدی به زمان گذشته برده شده پس یک فعل باقاعد است loudly loud یعنی با صدای بلند و loudly یعنی با صدای بلند و خیلی بالا last night دیشب the dog barked loudly last night The dog barked loudly last night. I took a shower this morning. I took a shower this morning. I took a shower. Take a shower یعنی دوش گرفتن و took a shower زمان گذشته Take یک فعل بیقایده است. Take زمان حالشه و گذشتهش میشه took. took a shower yani geriftan, i took a shower Man this morning in i took a shower this morning i took a shower this morning i listened to music in the train i listened to music in the train I listened من گوش دادم یک فعل با قاعده است با ED به زمان گذشته برده شده listen شنیدن و گذشتهش میشه listened to music به موسیقی in the train در قطار I listened to music in the train I listened to music in the train I studied for my exam yesterday I studied for my exam yesterday I studied من مطالعه کردم فعل study یک فعل با قاعده است با افزودن ed به زمان گذشته برده شده هرچند why تبدیل میشه به I I studied من مطالعه کردم for my exam برای امتحانم yesterday دیروز I studied for my exam yesterday I studied for my exam yesterday ماام توک نپ this afternoon ماام توک نپ afternoon مامان توک نپ، تیک نپ یعنی چرت زدن توک نپ زمان گذشتهشه، بنابراین تیک همطور که گفتیم یک فل بیقایده است. This afternoon. امروز بعد از ظهر. دقت داشته باشید که الان که داره این جمله گفته میشه در حقیقت میشه گفت عصر یا شب چون داره در مورد زمان گذشتهش صحبت میکنه. این مورد رو در نظر داشته باشید فاعل مام تو ک냅 فعلمون This afternoon بقیه جمله مام تو nap This afternoon. Mom took a nap this afternoon. It rained here yesterday. It rained here yesterday. It rained. باران بارید. در حقیقت it برمیگرده به شرایط جوی در اینجا فایل جمله است. Rained باران بارید یک فعل با قاعده است. Rain باران باریدن و با ایدی به زمان گذشته برده شده. It rained. باران بارید here اینجا yesterday دیروز. It rained here yesterday. It rained here yesterday. Tara listened to the radio last night. Tara listened to the radio last night. Tara filejum last listened gushdad to the radio. radio last night Dishab. listened to the radio last night. Tara listened to the radio last night. He typed the email before noon. He typed the email before noon. هی او آقا تایپ تایپ کرد دقت کنید که تایپ کردن یک فعل با قاعده است با ایدی به زمان گذشته برده شده یا در واقع میشه گفت با دی به زمان گذشته برده شده چون خودش یه دونه ای آخرش داره the email اون ایمیل مشخص رو before noon نون یعنی ظهر before noon قبل از ظهر he typed the email before noon he typed the email before noon We enjoyed the party last week. We enjoyed the party last week. We فایل جمله enjoyed لذت بردیم فعل جمله در زمان گذشته the party اون مهمانی مشخص last week هفته گذشته we enjoyed the party last week we enjoyed the party last week kids played video games the other day Kids played video games the other day. Kids بچه ها فایل جمله است. Played. Play یعنی بازی کردن و یک فعل با قاعده است با ایدی به زمان گذشته برده شده. Played بازی کردند. Video games. ویدیو games بازی های کامپیوتری یا بازی های تلویزیونی. The other day. Other day یعنی اون روز. یک روز نامشخص که تو فارسی میگیم چند روز پیش. The other day. اون چند روز پیش مشخص که داریم در موردش صحبت کنیم. Kids played video games the other day Kids played video games the other day The wind was strong in the seashore The wind was strong in the seashore The wind bad was bood strong قوی in the seashore در ساحل دریا دقت داشته باشید the wind باد اون باد مشخص که داریم در مورد صحبت میکنیم was فعل جمله گذشته فعل is was بود strong قوی in the seashore در ساحل دریا the wind was strong in the seashore the wind was strong in the seashore we watched a movie last night We watched a movie last night. We movie watched kerdim watch tamosha kardan yek fe'l ba qaa'ede ast ba e zaman a movie yek film last night دیشاب. we watched a movie last night. We watched a movie last night. Liza went to the supermarket yesterday. Liza went to the supermarket yesterday. لیزا فایل جمله went گذشته فعل go یک فعل بیقاعده است پس شکل گذشتش فرق داره با شکل حالش شکل حالش که میشه go و شکل گذشتش میشه went رفت to the supermarket به اون سوپرمارکت مشخص yesterday دیروز لیزا went to the supermarket yesterday لیزا went to the supermarket yesterday I learned a new language When I lived in Spain I learned a new language when I lived in Spain I learned من یاد گرفتم learn یعنی یادگیری و فعل جمله است مشخصه که یک فعل با قاعده است a new language یک زبان جدید when وقتی i lived من زندگی کردم in Spain در اسپانیا i learned a new language when i lived in Spain i learned a new language when i lived in spain i prepared dinner for you when you were at work i prepared dinner for you when you were at work i prepared prepare yani omodi kadamva prepared yani omodi kadamva manas gushesta tara ha gat felar zaman gushesta Dinner sham for you, baroye to when ke you were to budi at work dar Sarakar. I prepared dinner for you when you were at work. I prepared dinner for you when you were at work. Last year I traveled to Istanbul. Last year I traveled to Istanbul. Last year سال گذشته قید زمان در ابتدای جمله اومده کاما بعد فایل اومده I traveled Traveled یک فعل با قاعده است با ایدی به زمان گذشته برده شده I traveled من سفر کردم تو استانبول به استانبول شما تا حالا استانبول رفتید یا نه در کامنت برامون بگید واقعا جای بی نظیر و زیبایی است و به شخص تا حالا نشنیدم کسی بگه که من استانبول رفتم و به هم خوش نگذشته امیدوارم شما هم اگر نرفتید برید و بهتون خوش بگذره Last year I traveled to استانبول Last year, I traveled to Istanbul. They played soccer before going to school. They played soccer before going to school. They فعل جمله played بازی کردن. soccer football. تقدرش باشه. در football میگن soccer و به فوتبال امریکایی میگن فوتبال اینو دقت داشته باشید در هر کجای دنیا به فوتبال همین میگن فوتبال اما در امریکا به فوتبال میگن ساکر Before قبل از going to school قبل از رفتن به مدرسه فایل جمله به علاوه فعل در زمان گذشته و مفعول جمله به بقیه جمله They played soccer before going to school They played soccer before going to school Tommy waited hours at the railway station. Tommy waited hours at the railway station. تامی فردی به نام تامی آقای به نام تامی waited wait فعل جمله است و یک فعل با قاعد است با ایدی به زمان گذشته برده شده تامی waited تامی منتظر شد hours به مدت ساعت ها at the railway station railway که میشه ایستگاه قطار station ایستگاه Tommy waited hours at the railway station. Tommy waited hours at the railway station. Shena worked as a waitress while she was in college. Shena worked as a waitress while she was in college. شینا فایل جمله است worked کار car, کرد یک فعل با قاعده است با ایدی به زمان گذشته برده شده worked as a waitress Waitress میشه پیش خدمت خانم و Waiter میشه پیش خدمت آقا While she was در حالی که او بود in college در کالج. She now worked as a waitress while she was in college She now worked as a waitress while she was in college خیلی هم عالی حالا نوبت تمرینه یک تمرین میخوام بهتون بدم لطفاً همگی در قسمت کامنت بنویسید این ای که گفته میشه و سعی کنید با توجه به ساختاری که بیان کردیم این قانون رو تبعیت کنید ازش و جمله رو درست بنویسید همه کامنت هاتون چک میشه و همه رو بررسی میکنیم بهتون جواب میدیم ای که میخوایم بگیم اینه لطفا جمله رو به انگلیسی در قسمت کامنت بنویسید من از این درس لذت بردم من از این درس لذت بردم میخوام که این جمله رو لطفاً به انگلیسی و در زمان گذشته بنویسید در قسمت کامنت منتظر تمرینات شما عزیزان هستیم و امیدواریم که بتونیم بهتون کمک بکنیم سی تا جمله انگلیسی در زمان گذشته همراه با توضیحات مربوطه رو براتون بیان کردیم و امیدواریم که بتونید به زمان گذشته ساده مسلط بشید و در مکالمه هاتون ازش به خوبی استفاده بکنید بی نهایت سپاس گذاریم برای همراهیتون کلیپ های قبلی رو هم در کانال انگلیسی مثل آب خوردن از دست ندید آرزوی تندرستی و خورسندی براتون داریم در هر کجای دنیا که هستید